مریم بصیری، نویسنده، پژوهشگر و منتقد ادبی، با یک رمان 450 صفحه‌ای با عنوان مردی که همه چیز را می‌دانست، قدم مبارکی برداشته و اولین کتاب رمان درباره حضرت امام باقر علیه السلام را در ایران تألیف کرده است. روزنامه اسرائیل هیوم به نقل از مقام‌های اسرائیلی فاش کرد که آمریکا و اسرائیل درباره انتقال حاکمیت بر جزایر تیران و سنافیر از مصر به عربستان مقابل موافقت عربستان با عبور هواپیماهای اسرائیلی از حریم هوایی‌اش توافق کرد و این توافق در سفر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به منطقه در چند هفته آینده به شکل رسمی اعلام خواهد شد. سرلشکر یحیی رسول، سخنگوی فرمانده نیروهای مسلح عراق، از دستگیری 5 تروریست خطرناک از جمله ابو علی بغداد، یکی از سرکرده های معروف داعش در چند استان این کشور خبر داد. دستگیری این سنی های تندروی داعشی در راستای تداوم عملیات ویژه علیه بقایای تروریسم توسط دستگاه مبارزه با تروریسم عراق صورت گرفت. کمیته بررسی مالی وابسته به بانک مرکزی تونس روز چهارشنبه 15 تیر ماه 1401 از بلوکه حساب‌های بانکی و مسدودسازی دارایی‌های راشد قنوشی و 9 نفر دیگر از اعضای جنبش النهضه تونس خبر داد. جنبش النهضه تونس گزارش‌های رسانه‌ای درباره بازجویی از راشد قنوشی، رئیس این جنبش و شماری از رهبران و اعضای آن به اتهام پرونده جمعیت خیریه نماد تونس را در راستای سیاه‌نمایی و اتهام زنی ناروا با هدف ایجاد حالت قطب بندی و ارعاب مردم از سرانجام شکست همه پرسی قانون اساسی قلمداد کرد. آژانس‌های سازمان ملل اعلام کردند که به دلیل جنگ در اوکراین و نیز تغییرات اقلیمی در سال جاری میلادی، گرسنگی و مهاجرت گسترده به رغم بی‌سابقه‌ای خواهد رسید. بنا به گزارش آژانس‌های سازمان ملل، سال گذشته میلادی سطح گرسنگی جهانی به دلیل آغاز همه‌گیری کرونا در سال 2020 بار دیگر افزایش یافت، اما در سال جاری میلادی سطوح بی سابقه ای از گرسنگی مردم جهان را تهدید می کند. شمارش معکوس برای آغاز فعالیت تلسکوپ فضایی جیمز وب در حالی شروع شده که دانشمندان بی صبرانه منتظر دریافت تصاویر دو غول گازی منظومه شمسی هستند. مکانهایی که گفته می شود در آنها از آسمان الماس می بارد. در همین راستا یورو نیوز گزارش داد این دو سیاره قول پیکر یعنی نپتون و اورانوس در نگاه اول ممکن است تنها به شکل توپهای بزرگ ملالاوری متشکل از شماری مولکول کسل کننده به نظر بیایند. با این حال اخترشناسان میگویند زیر لایه‌های فوقانی این سیاره‌های یخی ممکن است چیزی تماشایی وجود داشته باشد. ٫95% از پروژه مسقف کردن خیابان جمهوری به سمت خیابان توبریج در شهر مقدس کربلا پایان یافته است. مجموع رسانی امام حسین علیه السلام در اطلاعیه ای اعلام کرد در روز نهم ذی‌الحجه پخش زنده مراسم دعای عرفه از شبکه های ششگانه مجموع رسانی امام حسین علیه السلام از شهر مقدس کربلا انجام خواهد شد. امروز هفتم ذی‌الحجه 1443 هجری قمری کمک‌های نقدی مؤسسه خیریه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله که زیر نظر دفتر آیت الله العظما سید صادق حسین شیرازی دامز الله فعالیت می‌کند بین 276 یتیم در شهر مزار شریف توزیع شد.